برنامه نام خداوند بخشنده مهربان با عرض و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی محمد شریف شریفی هستم و خدمت شما ایزان قرار دارم با برنامه بزنگان موضوعی که در این هفته با پرداختیم بررسی و عوامل افزایش ترورها علیه جامعه رسانهای و فعالین مدنی هست. در این اواخر ما شاهد چند رویداد روی ترور بودیم که در پی این رویدادها تعدادی از فعالین مدنی و رسانه جان خود را دست دادن به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت و علل و بیشتر بررسی خواهیم کرد در این برنامه مهمان آقای محمد انور متین فعال سیاسی و همچنین آقای همایون نظری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون که احتمالا تا لحظات دیگه برای ما خواهم پیوست آقای متین از شما شروع میکنیم به سوال اول ما در این در واقع چند وقت اخیر شاهید افزای ترورها در افغانستان هستیم و این ترورها به شکل هدفمند جامعه رسانه‌ای و فعالین مدینه هدف قرار داده است برای چی در واقع در این شرایط اساسی که الان ما قرار داریم و از, از یک طرف ما گفتگوهای را داریم و نیاز به همبستگی چه بیشتر هست این ترورها به این شکل پیمان در حال افزایش است تشکر شما درود و سلام بر شما و به شنوندگان محترم شما افغانستان در شرایط سخت و دشوار جنگ تعمیلی و توریسم روبرو است. تورزم نه تنها که ها و جامعه مدنی بلکه همه مردم افغانستان اما زنان مردان اطفال مساجد تکایا پانتون ها مراکز آموزشی همه را هدف قرار میدن توریسم ماهیت از و ایجاد دهشت ایجاد ترس در بین جامعه است رسانه و جامعه مدنی نقش مهمی را در تغییر و بسیج افکار توده های میلیونی افغانستان دارند این رسانه و جامعه مدنی است که بر مردم آگاهی میدن و مردم در برابر جل، در برابر تاریکی، در برابر توریزم و تاجور از نظر فکری بسیج می سازن. مردمی که آگاه شد، مردمی که متحد شد، نه تنها که توریزم رو برمی اندازند بلکه همه مناسبات کنه و غیر آدلان رو برمی و گام های استوار رو به طرف ترقی و پیشرفت و رفاه و دیگر گونه های جامعه خود بر دارند. رسانه و جامعه مدنی را تورزن به خاطر نقش مهمی که در این امر مهم بیداری و آگاهی مردم دارند هدف مندانه مورد هدف قرار میدن. در شرایط کنونی هم نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هر و هم مردم افغانستان هر فرا میخواند تا ما همه متحدان در برابر توریسم بیستیم و گام های بلندتر به طرف صلح و آرامی برداریم عمدتا آنچه که تا امروز در جامعه افغانستان از حملات توریستی دهشت افغانی عامل اصلی وضعیت موجود گروه های طالبان هستند تا زمانی که طالبان آتش بس نپذیرند بدون شک که عامل حمله بر جامعه مدنی رسانه ها و مردم افغانستان تا زمانه که طالبان آتش بس نپذیرند هیچگاه گفتگوها ملی نخواهد شد و مردم افغانستان به این گفتگوها باور نخواهند کرد در, در گام نخست که دار گفتگوها آغاز میشه باید میوری اصلی بحث گفتگوها و توافق روی آتش بس و پایان فعالیت های و داشت افغانی در جامعه افغانستان <applause> باشه آقای متین تا چقدر در حکومت افغانستان توانسته که مسئولیت جامعه رسانی و خبرنگاران رو و همچنین فعالیت ها تامین کنه چون که بارها از طرف نهادهای مختلف حمایت از جامعه مدنی و رسانه‌ای حکومت به کمکاری متهم شده چیزی که خیلی واضی و روشن است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تلاش خستگی ناپذیری را دارن انجام میدن شبان روزی تا سل در سرزمین افغانستان برگرده اما جنگ کنونی افغانستان جنگ استخبارات مداخلات گسترده و سازمانیافته کشورهای همسایه قدرتهای بزرگ باعث ازی شده که آنچه که رسانها جامعه مدنی و مردم افغانستان از نیروهای دفاعی و امنیتی و حکومت افغانستان انتظار دارند این انتظار متاسفانه تا اکنون به گونه مطلوب تحقق نیفت بنان شرایط کنونی بار دیگه حکومت افغانستان فرا میخونه تا شیوه و عملکرد و استراتژی نیروهای دفاعی امنیتی بار دیگر باید جدا بازنگری شود و حمایت های بیشتر از نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص نیروهای استخباراتی صورت بگیره تا این نیروها بتوانند در برابر استخبارات دور و نزدیک از جان مال شرف از مردم افغانستان و درستی همان گونه که مردم افغانستان شایسته این امری بزرگ هستند دفع بکنه چقدر این وجود دارد چون که ما در همین روز اخیر تر خانم فرشته کوستن شدن بودیم که بارها این مسئله را در میان گذاشته بود که تحلیلاتی علیه صورت گرفته است اما هیچ گونه عکس و واکنش از طرف مقامات امنیتی نبودیم حالا ببینیم که جنگی که فعلا در برابر مردم افغانستان قرار داره یک جنگ منظم و نظامی نیست بلکه یک جنگ نامنظم و تروریستی هست پیروزی بر چون این جنگ کار دشوار و مشکلی هست نخست برای اینکه حکومت افغانستان بتانه بر جنگ توریزم فایق بیایه نیاز وجود داره تا نیروهای استخباراتی افغانستان هم نظر کمی هم از نظر کیفی تقویت بخشیده شون بهترین و شایسته ترین کادرها در این عرصه در امر مبارزه علیه توریسم و دهشت افغانی باید انتخاب شود نواقص و کاستی های زیادی در زمینه عمل کرده این نیروها وجود دارد همچنین مردم با افغانستان باید به یک صدای رسا و متحد در برابر وضعیت موجود این در برابر مداخلات کشورهای همسایه دنیا و توریزم همه با هم متحد شوند صرف نظر از تمام تعلقات اجتماعی که در جامعه افغانستان داریم تفرقه های قومی، تفرقه های مذهبی، تفرقه سمتی اون فریبی رهبران منفعتگرا و منفعتجو همه اینا به عامل تبدیل شده که حکومت افغانستان نتانه او تعوداتی که در برابر مردم داشته و این تعودات به درستی و به موقع انجام یکی از تورات حکومت افغانستان به جامعه جهانی حمایت از فعالین حقوق و جامعه مدنی بود است اما در همین حواقع ما شاید همین رویدادها ها هستیم و چون که عرض کردیم گاهن حکومت خود از طرف نهادهای حمایت از جامعه مدنی و رسانی مورد انتقاد هست که در تمین امنیت کوتاهی می حالا چرا اگر واقعا این گونه هست چرا حکومت افغانستان توجه به مسئولیت اینها در حتی در پایتخت نمی کنه؟ و همه معطوف کرده به پروسه صلح و جنگ در های نبرد چیزی که قابل درک و قابل فهم است که حضور جامعه مد... جهانی در افغانستان دموکراسی دیمو... تحقق دموکراسی دفاع از حقوق بشری و تامین امنیت برای مردم افغانستان است که متاسفانه جامعه جهانی هم او تعهدات خود در برابر مردم افغانستان به گونه که مردم می این تعهدات عملی نشده در چون این شرایط و وضعیتی که جامعه جهانی هم در میز گفتگوها و هم در عمران و باسازی افغانستان عمدتا ایالات متحده امریکا باید نقش مهم و سازنده ایر ادا میکرد نخست با طالبان بدون در نظر داشته اصول و قایده های پذیفت شده بین ملی با گروه طالبان تفاهم نامه را امضا کرد طالبا تا که طالبان تاکنون هم تاکید داشتند در اول که اکنون در موازی طالبان هم تغییر به وجود آمده که آنها میخواستند که محور اصلی همه گفتگوها همون توافق تواف نامه که میان امریکا و طالبان به امزا رسیده اون محور باشه در واقع بین در... و پروسیسور افغانستان رابطه وجود داره اما طالبان هیچ وقت در واقع این عملیات واقع نگرفتن ببینیم تا زمانی که طالبها با آتش بس نپذیرن هیچگاه نمیشه باور بکنیم که این فعالیت های خرابکارانه و دهشت افغانان طالبان انجام نمیدن مون ها در پایتخت سورا گرفته و چند ولایت کلیدی در درون شهرها آیا در واقع حکومت پاکستان قادر به تامین امنیت شهروندان در داخل شهرها هم نیست خب ببینید که واقعیت هم چون چیزی است که فعلا شهرهای مهم شهرهای کلیدی با تاجم جدی تو و فعالیت های خرابکارانه ایدولوژیک دشمن مبدل شده در چنین این شرایط وضعیت از هر زمان دیگری مردم افغانستان و حکمت افغانستان به حمایت وسیع و گستاده جامعه جهانی نیاز دارد تا جامعه جهانی او تعوداتی که در امر عمران باسازی و ترقی و پیشرفت افغانستان او رو باید ادا بکنن تا زمینه های بهتر کار زندگی برای مردم افغانستان فرام شود. از سوی دیگه باید جامعه جهانی از موقف حکومت افغانستان و موقف مردم افغانستان در میز گفتگو حمایت پشتیبانی واضی و روشنی داشته باشه که متاسفانه اکنون تنها اتحادیه ای اروپا این صدای رسای انتقاد از دهشت افغانی ره داشتن و توکن ایالات متحده آمریکا در برابر این وضعیت بسیار با آرامش و حتی بعضا میشه با کرنش گیری دارد. در کنفرانس جنوا در واقعی که از شرط های جامعه جهانی به خاطر تمدید کمک ها به افغانستان این که حکومت افغانستان خود ملزم به حمایت از فعالین مدنی و حقوق بشر بدانه خب وقتی که حکومت افغانستان نمیتونه که تأمین امنیت شهروندان رو انجام بده جامعه جهانی چه مسائلی در قبال بردن افغانستان خواهد داشت؟ حالا ببینید که جامعه جهانی تعهداتی که داره مردم افغانستان بالا بر پای, اما و پای جامعه جهانی تمدید شده افغانستان جامعه جهانی بر به میور یا پایهای امو تعهداتی که وارد افغانستان شدن باید در تطبیق و تعهدات گامای استوار بلندی رو برمی‌داشتن که متاسفانه امروز تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستن که در امنیت خبرنگاران افغانی مدینه و جامعه جهانی در پایتخت و اولاد تامین کنه ببینی وقتی که در کلیت یک نبرد سازمان یافته حکومت و جامعه افغانستان با او روبرو است بدون شک حمایت جامعه جهانی در تمام عرصه هم در سه تامین امنیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی جامعه افغانستان از اهمیت مهمی برخوردار است بنابراین از یک ضعف هم در عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و از سوی دیگر امو که نیاز از جامعه جهانی از از مردم افغانستان عمدتا ایالات متحده امریکا فعلا در عمل گام های را بر نمی داره مداخلات فقر بیکاری توریسم دهشت افغانی مافیای مواد مخدر همه بر شرایط وضعیت کنی تاثیرات بسیار منفی در روند زندگی شهروندان افغانستان به وجود آوردند طالبان دقیقا میفهمند که با انتهار با ترور و با انفجار اینا نمیتونه حکومت افغانستان براندازن و قدرت سیاسی را با زور اینا به دست بگیرن ولی فقط میخوان که وحشت و دهشت و ناباوری رو در درون جامعه افغانستان اینا ترویج بکنن یعنی این ترور ها به نظر شما پس مقصر طالبان هست اما طالبان بد... کار انجام میده بدونش شک... نه به طالبان ترور ها چی هست ببینید طالبا از یک سو میخوان که عملکرد حکومت در جامعه ضعیف نشان بدن از سوی دیگه تلاش میکنن که حضور خوده برای مردم افغانستان حضور جبر خوده بر مردم افغانستان بیان بکنن تا اگر بتانن که نتوانستن که اینا هم زمان هم جنگ را ادامه بدن هم در گفتگوهای بین الافغانی حضور داشته باشن به باوریم تا زمانی که آتش بس اعلام نشه هیچگاه گفتگوهای طالبان معنادار نمیشه هیچگاه این گفتگوها به محور حمایت ملی کشور مبدل میشه بنان آنچه که مهم است حکومت افغانستان تاکید کرد که باید این گفتگوها در داخل افغانستان برگزار شود حالا دار باز گفتگوها به قطر اثر گرفته میشه مهم اینه که حکومت افغانستان باید تاکید بکنه و خواست مردم افغانستان از حیات حکومت افغانستان همینه که باید تاکید بکنن تا آتش بس اعلام شود و گفتگوها پیش برده شود همین چهره هایی که در این شهر در خیلی شدن اکثر آنها منتقدین حکومت بودن و نفع مخالفین از این میان چه هست کسانی که در واقع برای حکومت صحبت کردند و اینها که عملا ترور شدن ببینیم که رسانه ها و جامعه مدنی بخشی از یک نبرد روشنگری علیه تعجر است همون گونه که عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در میدانهای نبرد و پیروزی نیروها بر دشمنان مردم افغانستان اثر گذار است و اثرات منفی بر, رو بر روی دشمنان مردم افغانستان و جامعه میگذاره به متناسب آگاهی و بیداری مردم که این محصول طرز تفکر و بینیش و عملکرد و فعالیت رسانه ها و جامعه مدنی است اینها به عنوان عمدترین دشمن تعجر و بنیادگرایی و این درک و تعلیلی که گروه های دهشت افغانی از وضعیت کونی جامعه افغانستان دارن ادامه فعالیت و زندگی آنها در درون جامعه افغانستان بیشتر تمرکز میکنه روی عقب ماندگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان. برای توریسم و دهشت مهم نیست که چی کسی اینو هدف قرار میدن مهم این است که چگونه در جامعه ترس و وحشت رو به وجود میاره وقتی که این گروه ها پانتونر محصلان پانتونر را هدف قرار میدن وقتی که مراکز آموزشی را هدف قرار میدن وقتی که ختم ختم خیرات مردم افغانستان و عروسی ها را هدف قرار میدن من باور و مردم افغانستان هم ایره درک میکنن که جامعه مدنی و رسانه ها را در خط نخست اینا هستند که مورد هدف قرار دادن پس چرا در واقع اگر حکومت افغانستان حامی رسانه ها و جامعه مدنی هست از اینها حمایت نمی کنه و مسئولات اینها تامین نیست ببینیم که فعلا ما در برابر یک جنگ قبلا هم گفتم که ما در برابر یک جنگ تعمیلی شل ساله مداخلات گسترده قدرت های بزرگ و کشور های همسایه این جنگ دلیلی هست که در واقع ما توجه به جامعه مدنی ببنی. و رسانی نداشته باشیم ببینیم که جامعه مدنی و رسانه ها در بطن جامعه افغانستان زندگی و فعالیت میکنه وقتی که تمام تهدید ها کار ب... میکنه بله با تم... همه مردم افغانستان با این تهدید روبرو هستند همه مردم نه تنها که اون تهدید الان مشخص هدفم برای فعالین مدنی و رسانه‌ای هست ببینیم که وقتی گروه که گروه‌هایی که پانتون هدف قرار بدن بدون شک رسانه و جامعه مدنی را هدف قرار میدن وقتی که گروه که بدون استثنا مردم افغانستان را هدف قرار میدن زمانی که اینا دست به انتار و انفجار میزنن زنان، اطفال، پیر و جوان همه یا شهید میشن یا مجروع و معلول میشن بران وضعیت کنونی مستلزم یک تغییر جدی است هم در راستای فعالیت های نظامی که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان انجام میدن هم در راستای اقتصادی و اجتماعی باید کارهای بیشتر و مؤثرتر و سالمتر و سازنده تر حکومت افغانستان روی تمرکز بکنه و برای یک تغییر مثبت برای جامعه افغانستان کار بکنه ادامه ای تورز عمرش وابسته با چگونگی سطح درک فهم و رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان حکومت بعد کار انجام بده؟ لام ببینید که کدام گام موثری که تامین امنیت کنه صورت نگرفته ببینید که شب و روز عملیات های گسترده در برابر این نیروها و حالا دیدیم که در شهر کابل تلاشی خانه به خانه به خاطر تامین امنیت شهروندان پایتخت کشور آغاز شده و عملیاتها ها در تمام افغانستان ادامه داره و ما باید آنچه که به عنوان یک واقعیت عینی قابل درک و قابل فهم و قابل دید است برای همه شهروندان افغانستان که توانایی ظرفیت و قدرت افغانستان حکومت افغانستان در همین حدی است که اکنون در برابر این نیروها استاده است و می جنگه و در مواردی هم این عملیات ها بسیار پیچیده گسترده و توسط سازمان های استخباراتی با تجربه و با اقتصاد بسیار بزرگ در برابر مردم افغانستان قرار دارد بران این دشواری ها به عنوان یک واقعیت در زندگی مردم افغانستان با کمال تاسف تاثیرات منفی را به جا گذاشت بیشتر در واقع ما منفعل بودیم و بارها تا معاون اول از جمهوری هم گفته که این عملات در پاکستان طراحی میشه اما چه گوی مسیر واقعا صورت گرفته که جلوی عملات گرفته بشه و ما شاهد دقل نسبی در افغانستان در, در ولایت داتا باشیم و همیشه در واقع محکوم کردین کشورهای همسایه تروریستان و غیره و ولی کدامگاه مثبت های برداشت شده است ببینیم که همه روز عملیات ها در سر تا سر افغانستان ادامه داره در گفتگوها حکمت افغانستان با یک انتاب پذیری با یک حوصله مندی میخواه که این روند گفتگوها را به پیروزی برسانه چیزی که باید بپذیریم که قضیه افغانستان و اطرافیان راه حل نظامی نداره حالا یگانه راه مطلوب و مقبول رسیدن به صلح مشارکت طالبان در قدرت سیاسی و پیروزی گفتگوهایی است که داره آغاز میشه در قطر و انتظار مردم افغانستان از جامعه جهانی از سازمان ملل متحد از قدرت‌های دور و نزدیک در این است که باید حمایت بکنن مردم افغانستان و حکمت افغانستان تا با این جنگ و ایرانگر نقطه پایان گذاشته شد هرگیز مردم افغانستان و حکمت افغانستان بدون به تنهایی بدون حمایت جامعه جهانی سازمان ملل متحد نمیتونه بر وضعیت موجود فائق بیاید. حکومت افغانستان در واقع بارها طالبان رو محکوم کرده که اینها امارد خودشون را افزایش دادن و تا در داخل شهرها هم عملات در انفجاری خودشون رو بیشتر کردن ولی در این میان خب های طالب افزایش عملات بوده در مقابل حکومت افغانستان حکومت افغانستان پاسخ او چه بوده؟ چه در واقع پاسخ قناعت بخش و ندان برای طالبان خود داره؟ ببینیم برای قتل و کشتار و خونریزی مردم افغانستان برای طالبان به عنوان یک دستاورد نی بلکه به عنوان یک جفای بر مردم افغانستان و یک شرمندگی تاریخی برای مردم افغانستان است طالبانی که که ادعا دارند که بیشترین مردم افغانستان به قول خود از که از طالبان حمایت میکنند طالبان میخوان بر مقبره مردم افغانستان حکومت بکنند اینا اول مردم افغانستان را قتل عام میکنند ویران میکنن میسوزن و آتش میزنن و بعد میان به قدرت و باز برای مردم افغانستان میگن که برای ما رای بدن که تا ما قدرت سیاسی را وارث این اقدامات پایهای اجتماعی طالبان از ریشه برچیده میسازه و ما باور دارم که در یک فرایند نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در این جنگ که بر مردم افغانستان تعمیل شده پیروز میشه آنچه که برمیگرده به حکومت افغانستان و عمدتا نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان شب و روز در تلاش هستند. اما این تلاش ها کافی نیست باید حکومت افغانستان یک تحلیل و ارزیابی دقیق از وضعیت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان انجام بده که ضعف در کجاست نقاط آسیب پذیر و ضعف باید شناسایی شود برای تقویت این نیروها پرداخته شود تا این نیروها بتوانند که به پیروزی های بیشتر و بهتر برای سول و امنیت افغانستان دست بدهند این ضعف ها برای حکومت افغانستان برای شما معلوم نشده با نزدیک به 20 سال ببینیم که هر روز وضعیت جنگ در برابر مردم افغانستان تغییر میکنه حالا ببینیم که اگر دیروز انتظار و انفجار بود امروز با مین های چسبکی اینا وارد این جنگ و ویرانی افغانستان هستند گروه های طالبان بران هر مرحله از زمان نیازمند است تا یک تحلیل دقیق مشخص از وضعیت به وجود بیاید نقاط ضعف مشخص شود نقاط ضعف یک پیدا برچیده شود و به نقاط قوت باید پرداخته شود مشترکاتی که میان نیروها وجود داره مشترکاتی که میان مردم افغانستان وجود داره یک تشریک مساعی و یک مشارکت همگانی ملی میهنی در برابر این وضعیت باید شکل بگیره و تلاش صورت بگیره همان گونه که مردم افغانستان فعلا برای آمدن صلح به یک اجماع دست یافتند همه مردم افغانستان به استثنای گروه های افغان و همیان و عاملین اشک و خون مردم افغانستان دیگر همه به این باور رسیدن که راه نجات مردم افغانستان راه ترقی و پیشرفت فقط دستیابی به صلح است و این صلح فقط در یک اجماع میتونه که پایدار شود این اجماع فعلا در جامعه افغانستان وجود داره حالا زمان زیر است که حکومت افغانستان تلاش بکنه تا یک اجماع منطقوی هم به وجود بیایه ما همچنین به یک اجماع جهانی و بر حمایت قدرت های بزرگ از روند صلح و نظارت سازمان ملل متحد بر این روند همه این مراحل باید یک پی دیگری مرحله به مرحله گام به گام باید با استواری برداشته شود و به پیش بریم تا افغانستان از وضعیت موجود وارد یک وضعیت مطلب شود. چگونه این نجمه موجود اومده که طالبان در واقع محکوم میکنن که حکومت افغانستان نمیخواهد که پروسیسو به نتیجه برسه و حتی علاقاتی هم ما داشتیم در افغانستان که اینها هم حکومت رو محکوم کردن که حکومت تمایل به صلح نداره ببینیم وقتی که حکومت افغانستان حیات افغانی را معذف ساخت که باید گفتگو را آغاز بکنن حیت افغانی با پایداری با استواری اما کارشیوه گفتگوها را بعد از یک مدت زیاد و طولانی به توافق رسیدن گروهی که سالها با هم جنگیدن دشوار خواهد بود که چل سال جنگر ما بتونیم که به سرعت به یک توافق دست پیدا بکنیم که پیامد او سال پایدار باشه حالا طالبان اون چیزی که مطرح میکنند هم دیدگاه حکومت افغانستان و هم طالبان دیدگاه دارن که هم در این مشترکات وجود داره و هم نقاط افتراق و دوی و دوری ما در این پیشنهادات برای سل گفتگوهای سل داریم درک میکنیم و قابل فهم است حالا مهم این است که گروه های گفتگو کننده بالای مشترکات تمرکز بکنند نقاط افتراق باید به دور انداخته شود و گام به طرف صلح برداشته شود طالب ها به این نتیجه رسند که با قتل و با کشتار و با ویرانی نمیتونند که اونا یک جانبه به قدرت برسند اونا هم درک کردند که نسل امروز یک نسل روشن روشن تحصیل کرده و این نسل امروز نسل جوان امروز نسل 20 سال پیش نیست که طالب خواسته باشد زیر نام امارت اسلامی بسلا بر مردم افغانستان با زور و شلاق و دره و سر زدن و پای زدن و کنار زدن بخشی از نیروهای انسانی جامعه افغانستان بدون در نظر داشت حقوق زنان و اطفال اونا بر این کشور حکومت بکنن بران طالبا بالاخره راه دیگری هم جز اینکه در یک گفتگو به این وضعیت نقطه پانه بگذارن رای دیگر برای پیروزی طالبان به نظر ما وجود نداره تمام تلاشار انجام دادن و آغاز گفتگوها که بتانن بر شرای مهم کلیدی و استراتژی افغانستان تسلط پیدا بکنن اما نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان از شهر تا ولسوالی ها با یک رویه عالی میان پرستانه مقایمت کردن استواری از خود نشان دادن و تمام حملات طالبان رو به شکست قطعی رو به اسیرات تا قندهار تا همه نقاط مهم و کلیدی افغانستان بران حملات دیگر طالبا جز خون ریزی و ایرانی چیزی دیگر نصیب چقدر آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان در حالت در خطر هست به نظر شما با توجه به این عملیاتی که صورت گرفته و تهدیداتی که بر علیه آزادی و دموکراسی افغانستان وجود داره همه سوی حالا مخالفین و هم سوی حکومت ببینید که دموکراسی و آزادی بیان امده ترین دست آوردهای حکومتی موجود است حالا این کس نمیتونه که با اختناق با ترور با دهشت صدای مردم افغانستان را خاموش بسازند رسانه ها صدای رسای میلیون ها انسانی هستند که باید اونا را به صدای رسا تبدیل بکنند تا مردم متحدانه از آزادی استقلال تمامیت ارزی و ارزش های کشور خود دفاع بکنن هیچ کس حق نداره از نام مردم افغانستان از نام مردم افغانستان ارزش های مردم افغانستان آزادی بیانه دموکراسی ره قانون اساسی ره انتخابات را اینا حقوق زنان و مردان افغانستان کس طبیعتا خلا مخالفین با این دستورت ها شاید مخالف باشن اما حکومت افغانستان هم بارها شاهدین اما بودیم که هم قوانین رو نقص کرده و هم در واقع رسانه ها فالی مدرین رو محدود کرده گاهن با اینکه ما قانون دسته به اطلاعات رو داریم و ما اطلاعات به شکل درست در دسترس رسانه ها فالی مدین ها قرار نمیگیره آیا این هم دلیل بر این نیست حکومت افغانستان زیاد تمایل به این فعالیت های دموکراتیک نداره ببینید که در در پرنسی حکومت افغانستان دموکراسی آزادی بیان و معلف های ارزشی در جامعه افغانستان مطابق به قانون به رسمیت شناخته اما بعد عملا هم کار صورت بگیره ولی ببینید که ای بر میگرده که چگونه جامعه مدنی چگونه احزاب سیاسی سی، چگونه رسانه‌ها چگونه دستان در حقوق بشر چگونه شهروندان افغانستان از این معلف های ارزشی حمایت پشتیبانی میکنن برای تبلیغ و ترویج از میپردازند ممکن افراد وجود داشته باشند که با در درون حکومت در موقفهای متفاوت قرار دارند در برابر شد تا حدود طرز تفکر و بینش و نداشته باشند در حکومت اما حتی حتی روی کارت ها مخالفت های وجود دارد اما بس. این هر گونه محدودیت با مثالی منافع مردم افغانستان در راستای دموکراسی و تامین ادارت اجتماعی و آزادی بیان همکانی نداره بران ما به باورم به اینه که باید های بلندتر به سوی دموکراسی ساختن بیشتر جامعه افغانستان هم در سی سیاسی اقتصادی و اجتماعی اما چگونه شده. نقش مهم در این راستا مردم دارن اما چگونه وقتی فعال مدنی مصالح بالا می ترور میشه اگر خبرنگار یک گزارش دقیق کار میکنه میبینه که برازو حمله ترور صورت میگیره ببینیم که ما در یک نبرد علیه تعجور در یک نبرد علیه جهل و تاریکی هم جامعه مدنی و ها حکومت چه حسری میاد حکومت افغانستان این فرصت ها را در چارچوب قوانین هم بر رسانه ها بر سیاسی به جامعه مدنی فراهم ساخته این برمیگرده که ما با کدام نیرومندی چگونه متیدانه دادخواهی میکنیم و چگونه مبارزات قانونمند و مسالمت آمیز در جامعه افغانستان دنبال میکنیم این برمیگرده به مردم افغانستان که چگونه مردم افغانستان از رای خود استفاده میکنن تا حکومت به وجود میه پارلمان به وجود میه و نهادهای انتخابی شکل میگیره و این هایی که برخواسته از آرا و افکار مردم باشه باید ممثل اراده مردم باشه نقش نشت نشت مردم به نظر من نقش واقع کنند رسانه ها فعالین مدنی و مردم تاودیر نقش خودشون رو تونستن که بازی کنن و انجام بدن ولی آنچه که حالا برای مشکل بر این هست که حامی آنچنانی وجود نداره حکومت افغانستان که به عنوان حامی فعالیت های رسانه‌ای و مدنی باید باشه می‌بینه که عملا سکوت کرده است و همین شکایتی که حالا پدر آقای سیاوش به شورای امنیت ملل داد هم دلیل بارد از این هست که حکومت افغانستان تمایل به آنچنانی به پیگیری قضیه نداره ببینید که رسانه ها جامعه مدنی اینا همه قدرت هستن در درون در 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 جامعه افغانستان این برمیگرده که اینا چگونه نقش خوده تاثیر خوده بر کنونی اینا مدیریت میکنن رهبری میکنن چگونه مردم ها به مسیر دموکراسی بیشتر آزادی بیان سمت سو میدن بدون شک این ساختارها بر حکومت افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه و حکومت در راستای خواسته ها و آرزوهای مردم بیشتر از گذشته متعول بسازن عملا با کار عملی هم صورت بگیره مشکل اینجاست که در واقع هنوز مشکل وجود داره و از فالین مدنی و رسانهای حمایت صورت نمیگیره او تا جایی که آنچه که رسانه ها آنچه که جامعه مدنی انتظار دارن ما باور دارم که انتظار نای آرزوی آنها تا کنون تحقیق پیدا نکرده اما برمیگرده که به اراده عمل این ساختارها و نهادها که اینا چگونه بر روند کنونی جامعه افغانستان و بر نوه فعالیت حکومت افغانستان در های مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار گذار میشن هرقدر که نقش این نهادها مردمی باشه و هرقدر که این نهادها از حمایت بیشتر مردم افغانستان بهرهمند شوند به متناسب تناسب تاثیرگذاری آنها بر حکومت افغانستان و با بر عملکرد حکومت افغانستان میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه تامین تامین جوانی هم بشن ما در یک شرایط امن و امن پایدار زندگی نمیکنیم نمی حکومت افغانستان میدونه که در واقع حالا رسانه ها و جامعه مدنی مورد هدف هستند در تامین مسئولین ها بچه کار الان صورت بگیره شما هم شما میفهم که در سطح ولایات هم ساختارها و نهادهای وجود داره که جلسات مشترک در سطح محلات برگزار میشه به خاطر تامین امنیت رسانه ها جامعه مدنی و همچنین رسیدگی میشه به و پیشنهادات به نقد و خرد جامعه مدنی و رسانه ها به خاطر تامین امنیت رسانه ها جامعه مدنی و همه مردم افغانستان حکومت نه تنها در برابر جامعه مدنی و رسانه ها بلکه در کل در برابر مردم افغانستان عمده ترین وظیفه حکومت تامین امنیت برای شهروندان افغانستان است که متاسفانه بنا به وضعیت پیچیده و دشوار این وظیفه آنچه که انتظار جامعه افغانستان است در عمل تحقق با چالش و دشواری های روبرو فکر نمی‌کنید که در واقع حکومت افغانستان منتظر هست یک آرسه اتفاق بیفته و بعد شروع کنه به تحقیق و بررسی. آن هم البته با مشکلاتی که می‌بینید که وجود داره. همین الان ده آل... تا چه تا چه تعداد فعالین مدنی و رسانه‌ای تامین مسئولیت شدن؟ و ب... چه قرار رسای مشخص است برای حکومت ملی ما به این نظر هستیم که حکومت افغانستان نباید دنبال روی حوادث باشه. باید تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ بکنه تا از هر گونه فعالیت های تقریب کارانه دشمنان مردم افغانستان هم در برابر رسانه جامعه مدنی و در کلیت در برابر مردم افغانستان دفاعی مطلب داشته باش شما عرض کردین که در واقع ما در حرات هم برنامه های داریم برای تامین مسئولیت رسانه ها و جامعه مدنی این برنامه ها چگونه هست؟ چرا ملموس نیست؟ ببینین که ما خو خوشبختانه بگیم که در حوزه ایراد حوادثی هم وقدر و جدی تا اکنون اما زنگ خطری طبیعتا هست اول که اتفاق افتاده در سایر ولایات مخصوصا کابل بدون شک در این مورد در سطح اداره محلی هم تدابیری وجود داره پلیس امنیت تلاش های زیادی در این زمین همون گونه که در گذشته انجام دادن انتظار میره که در آینده هم این تلاش ها صورت بگیره تا تا از حملات بر جان مسئولین جامعه مدنی دستن در کاران حقوق بشر رسانه ها و همه شهروندان پیشگیری به عمل ولی ولی و که اتفاق میفته بسیار مهمه که باز جدی پیگیری شد ولی من بی باور هستم که نباید که ارگان امنیتی انتظار اتفاق خوادست پیگیری داشته باشند بلکه باید اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ بکنند مراکز فعالیت های خرابکاران دشمن را توسط نیروهای دفاعی امنیتی باید مورد حملاتی که نیاز است قرار داده شود و تلاشی های مؤثر در سطح شهر و مسیر راه و شارهای عمومی انجام شود گزمه ها و فعالیت های بیشتر امنیتی در یک همانگی در تلفیق با مردم میتونه که در تامین امنیت مسئولیت بیشتر و بیتری داشته باش حالا مشخصا تا برنامه به خاطر تامین جامعه مدنی و ورسانه ها وجود داره که نه مشخصا در همین قسمت ببینید که امی فعلا در سطح شهر تلاشی بازرسی گزمه و فعالیت های ها در ساعات مختلف که نیاز است پیش برده میشه همه این فعالیت های نظامی به هدف تامین امنیت نه تنها رسانه و جامعه مدنی بلکه بر تامین امنیت کل شهروندان است جامعه مدنی رسانه‌ها ها جزء امی جامعه افغانستان هستند جزء شهروندان هستند وقتی که امنیت شهروندان در کلیت تامین شود ما باور دارم که رسانه ها جزء اجتماع و جامعه هستند و همچنین جامعه مدنی که در تامین حالا کلیت این قضیه هم مشکلات وجود داره دیگه عملا ما شاید هم که حکومت افغانستان در این قسمت هم ناکام بوده خود جنگ وجود داره دشواری وجود داره چالش ها وجود داره ولی تلاش صورت میگیره تا در برابر این دشواری ها و چالش ها نتایجی که لازم است بعد این نیروها به دست بیارن نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان افتخار مردم افغانستان هستند اینا شب روز قربانی میدن جان میدن تا مردم افغانستان در سال امنیت زندگی بکنن در حوزه هرات نیست چون این تلاش نیروهای دفاعی امنیتی دارن انجام میدن و فعالانه کار میکنن خستگی ناپذیر تلاش دارن ولی دشمن هم آرام قرار نمیگیره دشمن هم کوشش میکنه که دست به فعالیت‌های های خرابکارانه بزنن این ما در شرایط جنگ و ناامنی های اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان روبرو است اینا همه که بالای زندگی جامعه افغانستان تاثیر گذاشت تشکر شما آقای محمد انور متین فعال سیاسی همچنین قرار بود که آقای همایون نظری مسئول کمیته مسئول خبرنگاران رزون قرب هم بجنه ما بپیوندن متاسفانه که اتفاق نیفتاد و برنامه حاضر نشدن این بود محتوای برنامه ما در بزنگامی هستیم که برنامه های عملی در راستای تامین مسئولیت فعالین و مدنی و رسانه‌ای در افغانستان روی دست گرفته باشه و ما شاهد این گونه ترورها منبد نباشیم تا برنامه دیگر بدروت